خواهری که متدین هست و مزین به حجاب اسلامی طرف یک زنی که او کمک آزادتر باشه طوری نگاه بکنه گویا کافر شده او نفر. شاید ناآگاه هست، شاید خبر نداره، شاید قناعت پیدا نکرده، شاید کسی برازو توضیح نداده. ما از او متنفر میشیم، در حالی که این اخلاق نیست، اخلاق اسلامی. ما نسبت به همه زنها، نسبت به همه کودکان و نسبت به همه انسانها باید محبت داشته باشیم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم قسم یک تعامل داشتن. انسانها تفاوت دارن در میزان توانمندیشان در عبادت، در میزان پایبندیشان به قضایای اسلامی، در میزان درک و فهمشان. وقتی که انسان ها با هم متفاوتن، ما چطور انتظار داشته باشن که همشان مثل ما باشن، مثل ما حجاب بپوشن، مثل ما قناعت داشته باشن، مثل ما صحبت بکنن، مثل ما نماز بخونن؟ یک نفر هست خوب توانمندی داره، یعنی خداوند در اون ظرفیت زیاد مانده و اون میتونه بر علاوه نمازهای فرض، نمازهای سنت مؤکده، نمازهای نفل دیگه هم نماز بخونه. اما یک نفر دیگه هستی ظرفیت نداره. حالا ما اون بد ببینیم، در حالی که نمازهای فرض خود رو میخونه بسیار خوب است. در همه قضایا باید همونطور باشیم. اگر گناهکاری را میبینیم نسبت به او باید سوء ظن و به اصطلاح طور یک تنفر بر ما نباشه، بلکه نسبت به او مهربان باشیم و اگر خیری از ما میرسه برای او برسانیم. چرا؟ چون ما مسلمان هستیم و پیرو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خاصتا کسانی که در مدارس درس میخوانند، خاصتا کسانی که نام دعوتگر بر اونها هست، اینها الگوها هستند و نزدیکترین اشخاص هستند که ادعا میکنن ما رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأثیر میکنیم. پس این انسان چطور میخواهد که بر مردم لطف و محبت و نرمی نداشته باشه؟ اون خدا میکلن فد و من حولک، همه انسان ها پراکنده میشن از اطرافت اگر که تو چی نباشی، رحمت و شفقت نسبت به مردم نداشته باشی. و این رحمت از طرف پروردگار هست که تو لنت لهم، نسبت به اینها نرم هستی. و اگر ما هم نسبت به مردم نرم نباشیم، مردم از ما متنفر میشن، پراکنده میشن و هر کدام یک سو میره و ما به اونا خیری رسانده نمیتونیم و متاسفانه دعوت ما هم میمانه. و اونطور میبینیم که امروز نام مسلمان در سطح جهان خراب معلوم میشه. علتش چیست؟ اصل دین خونیست، اصل دین سر جای خود محفوظ است و دست نخورده. این ما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها توصیف میکنه، میگه که قرآن زنده بود، یعنی که انقدر پایبند بود به اون چیزی که او در قرآن میخواند و برای مردم تعلیم میداد، خودش عمل میکرد. به این خاطر بود که هم او رو دوست داشتن و دین اسلام پرورش پیدا کرد و رشد کرد. اما ما کجای قرآن هستیم؟ کدام عمل ما، کدام بخش از عمل، چند فیصد از رفتار و کردار ما مشابه به قرآن هست؟ به اون میزان هم نمایندگی دین خود را میکنیم. بخشش و صبر ویژگی که ما افغان ها این در بین خود بکاریم، ریشدارش بسازیم. بخشش و صبر و این کار را مادرها میکنن. چون مادر نسل را تربیت میکنه. ما و شما مادرهای هستیم که اطفال را تربیت میکنیم و این اطفال اینمو جوانا و کلان سالهای آینده خواهد بودن. همونطور که جوانای امروز و سرپرستای امور امروز ما اینها کودکان دیروز بودند و مادرانی داشتند. به خدا قسم هر کاستی که یک فرد انجام میده مادرش در او دخش داره، مادر و یا کسانی که او رو سرپرستی کردن. کسی میگفت در جای نوشته بود که اگر از ما و در رفتار و روابط ما خیری میبینین و خوبی، برای پدر و مادرم دعا کنین. عکس این هم درست است. اگر بدی در رفتار ما میبینین، متوجه زی باشین که مادرم چی کرد با ما، چی برای ما آموخت. اینقدر همه دزد و کلاهبردار و قاتلی که ما در مملکت خود داریم بی مادر خو نبودن. همه ایشان مادر داشتن، مادری که معیارش برای تربیت طفل و بزرگ کردنش سیر کردنش کمش بوده و روان کردنش سر کوچه. اینی شد که مملکت ما وضعیتش طور شد. اما اگر مادر مسئولی داشته باشیم که تربیت فرزند اولویت زندگیش باشه، این قسم نخواهد شد. به این خاطر شماها مسئولین، هر کدام از شما یا بالفعل مادر هستین یا بالقوه مادر هستین. به هر صورت توانمندی تربیتی در شماها موجود هست و باید این مسئولیت خود را داشته باشین. حضرت عایشه میگه که گروهی از یهود آمدن و بر پیامبر گفتن سلام علیکم. در زبان عرب سلام به معنای دشنام هست. میگه من فهمیدم و عصبانی شدم و بعد یک چند تا چیز دیگه هم برای اینا گفتم. گفتم مرگ بر خودتان باد و خلاصه 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 دیگه گپا. میگه پیامبر گفتن مهلن یا عایشه، آرام باش، ما خوب برایشان گفتم علیکم، کفایت میکنه.
و بعد گفتن که ان الله يحب الرفق في الامر كله، خداوند نرمی را در کل چیزها خوش داره، حتی در زمانی که یک دشمن پیامبرت دشنام میده. یهود پیامبر در حضورش دشنام دادن و عایشه از حد بیرون میشه و بعد از او بر از او دشنام میده و پیامبر مانعش میشن که در حدش تو هم تعامل بکن، نه بیشتر از او. گفتم برش، او که بهم گفت سلام علیکم، گفتم علیکم، کفایت میکنه دیگه، بیشتر از این چی کار شده، چی اتفاقی افتاده؟ چرا؟ و ان الله يحب الرفق في امر كله، خداوند نرمی و مهربانی در کل کارها دوست میداره، حتی در دشنام دادن پیامبر. و انسان مؤمن باید جهت درست رو بگیره در کل این قضايا، جهت متعادل رو بگیره در کل قضايا، نه ای که از حد بیرون شه که مصیبت دیگه جور شه، که ما داریم نمونه های زیاده شر. گفته میشه که ما خویر رسول الله صلی الله علیه و سلم بین امرین الا اخذ ایسرهما، هر وقت که دو کار برای پیامبر اختیار داده میشد آسان ترینش رو میگرفت، مگر ای که گناه می بود. اگر گناه می بود باز میگه او رو بسیار زود از او دور میکردن خود، اما اگر هر دو مباح می بود آسان ترینش انتخاب میکرد. و روایات ما زیاد داریم در رابطه با این قضیه که پیامبر اکرم بسیار بخشنده بودند در قسمت تعامل و آزار و اذیتی که دیگرها برشان میرساندند و صبر داشتند. و ما چقدر صبر داریم؟ اگر ذره ای از او صبر رسول اکرم در کل امت افغانستان ما می بود و ذره ای از او بخشش در این مردم می بود، ما مصیبت های دربدری های امروز نمی کشیدیم. اینقدر همه بچه های ما و شوهرها و برادرها و فامیل های ما کشته نمی شد. به خاطر چی؟ به خاطر که اصلا خبر نیستیم، اهمیت نمیدیم به پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. برای اولاد خود نیاموختیم که اگر بچه همسایه تو دو زد مهم نیست، تو دو نزن، یا اگر تو زد با خوش میشیم که دو تا بزنه اولاد ما و بعد این افتخار میدانیم که خوب بچه دارم از عاده خود میبرایه، در حالی که کجایش خوب است؟ اگر یک طفل بیایه و بگه که در صنف اینقدر شاگردار رد کردم، مادرش خنده میکنه میگه بچه بسیار شوخ هستی، او نمیفهمانه که تو حق نداری کار رو بکنی. فرانیر در راه تیر شد، اینطور کردم خندیدیم امرای هم، مادرش هیچ چیز نمیگه، استاد خود در پشت سرش اینطور قوارش کردم یا اینطور کردم اینطور کردم، هیچ کس بزو چیزی نمیگه. و بسیار مشکلات عقیدتی و اخلاقی که اینو همه اونا میرسه به یک مصیبت های کلانه که یک ملت در بدر میشه، یک ملت آواره میشه. و این وضعیتی است که ما به دستان خود جور کردیم و باید که او را برطرف بکنیم. و این خصلتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در امت خود میخواست که اونا داشته باشن، صبر داشته باشیم و بخشش. و هرچی که در مقابل تعاملات دیگران از صبوری کار بگیریم، این کم کم یکی از ویژگی‌های اخلاقی ما میشه، حتی اگر صبور نباشیم. با تمرین و تکرار یک فرد میتونه یک ویژگی اخلاقی که او نداره بگیره. خود تمرین بدیم که بخششگر هسته، ما بخشش میکنیم، تمثیل انسانهای بخشنده رو بکنین تا ای که عادتتان شوه. چی مشکل داره؟ همراه خواهر، برادر، از خانوادهتان شروع کنین، همکار، همسینفی بخشش کنین، ببخشین اشکالات، سوء تفاهمات، تا انشاءالله به نیت عبادت ای پیامدهای خود داشته باشه. به هر صورت شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شایسته ترین برنامه در هر زمان و هر مکان هست و هر انسانی که به تو پشت سعادت دنیا و آخرت باشه ناچار هست به برنامه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنه، او رو بفهمه، درک بکنه و به او پایبندی نشان بده. هر کدام از ما میخواییم خوشبخت باشیم، خواهرایم، مادرایم، دخترای عزیز، خوشبختی راهی جز اطاعت از پروردگار نداره، چرا که ما در دنیای خود دو نیرو داریم، یکی پروردگار هست، دیگری شیطان هست. شیطان بر هیچ انسانی خوشبختی نمیده. به این خاطر معیار در نزدتان همی باشه که اگر خدا و رسولش گفته بود و شما مطابق او عمل کردیم، کارتان درست است. اما اگر خدا و رسولش نگفته بود و کل جمعیت جهان گفت، خانواده گفت، محیط گفت، هوای نفسانی خودتان گفت و اون مخالفت بود با فرمان خدا و رسول، شاید شما درک نکرده باشین، اما اون مصیبت است.
هر چی که رنگ و روغنش زیاد باشه و بالا باشه. این تعامل با نامحرم است، اخلاق است، ثروت است، مقام است، هر چیزی که هست، هر چیزی که فرمان خدا در غیر از او، یعنی غیر فرمان خدا بود، مطمئن باشین که از طرف شیطان است و شیطان به کسی خوشبختی نمیده، امکان نداره. شیطان دشمن ماست، عدو مبین، یک دشمن آشکار، و غیر از او ما قوه سومی نداریم. یا باید به فرمان خدا عمل بکنیم یا به خواسته شیطان. شیطان بدبختی است و پروردگار سعادت و خوشبختی میخواد بر بنده خود. و فرمان پروردگار از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده. و این روزها در این مصیبتی که ما بر جهان اسلام آمده و توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده، مناسب ترین زمان است که ما عهد مجدد کنیم با پیامبر خود. نه به خاطر احساسی بودن تعاملاتی که حال ما میبینیم که زیاد گای گای میشه، این نه، به خاطر یک امر زیربنایی، به خاطر یک کار واقعی، این که پیامبر خود بشناسم، سیرتش مطالعه کنم، بر اطفال خود آموزش بدم و بعد از او زندگی خود با او مقایسه کنم. هر جایش مناسب بود بسیار خوب تقویتش کنم، هر جایی که نداشتم او ویژگیر عمل بکنم. زیاد سخت نگیرین، زیاد کلان نگیرین، کم 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 کم. این سه خصوصیت و سه خصلت رو دیدیم: صبر، بخشش، تواضع و کمک صدقه. جواد باشیم، بخشنده باشیم. انشاءالله با نیت خیر میتونیم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم احترام بگذاریم به ترتیب، و جایگاهش هم به معنای واقعی از طریق مسلمان ها تحکیم بشه، و این بهترین شکل دفاع از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهد بود. جزاکم الله خیرا. امیدوارم که همه ما، خداوند برای ما این نعمت اسلام را که داده، تا آخرین لحظات حیات بر ما محفوظ نگاه بداره و هر روز زندگی ما قوتی باشه برای تقویت رابطه ما با دین ما و انشاءالله حرکتی به طرف سعادت واقعی. جزاکم الله خیرا. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.